سلام ها و درود های بی‌پایانه تقدیم شما وطنای عزیز و نازنینی که در هر گوشه و کنار دنیا برنامه ما رو می‌بینین. امیدوار هستم که به صحت سلامت باشین، جور و خوش آرام باشین. آرزو دارم هفته بسیار بسیار خوبی رو سپری کرده باشین، هفته های خوشی در انتظارتان باشه، همیشه لب هایتان بخنده و قلب هایتان شاد باشه. من سجی هستم، برنامه ما از لس آنجلس ساعت 11 قبل از ظهر تماشا میکنین. عزیزم در فیسبوک چیال دارین؟ امیدوار هستم که همگی خوب باشین که ببینم که در فیسبوک هم همه چیز درست است. صدا و سیما چیزی که بر من بسیار مهم است، کمی صدا و سیما و اینا درست باشه، یعنی بسیار مهم است. امروز البته ما یک اندازه در مورد خب از مسائل افغانستان خب میفهمین که اون مذاکره است و اونمون نگوشیشن است و خلیلزاد از اینجا اونجا میره و اینجا دولت افغانستان مالا آماده شده که یک آیت را با یک مجلس بزرگ را که دایر میکنن که جرگه یا نامش هرچی که از چند میلیون دلار به او مصرف میکنن که یک 2000 نفر را میخواین که من نمیفهمم که چقدر مصرف اضافی باید کنن. خب هر صورت چیزهای بسیار جالب در مسئله افغانستان نیست، اونمو جنگ هاست، اونمو صحبت هاست، اونمو قصاص. مگر چیزی که در هفته گذاشته بسیار زیاد جالب بود، البته اظهارات دکتر ناشناس بود، اظهارات دکتر ناشناس که البته یک هنرمند بیبدیل است، یک هنرمند فوق العاده است، آواز ملکوتی داره. ببخشید این طرف قضیه رو یک طرف میمانیم، این موضوع را که یک هنرمند بسیار خوب ما اصلا در این جای شک نیست، مگر صحبتهایشان در مورد پت خزانه بسیار سر و صدا داره در میدیا، در وبسایت ها، در فیسبوک ها با وجود آورد. هموطن عزیز باشیم که ما یک اندازه راجی امروز ما میخواییم کسایی که در مسئله پت خزانه معلومات دارین، کارشناس هستین، بیاین نظرتان رو بگوین که چرا یه همچی صحبت های در این مقطع میشه. یک چیز بسیار واضحی است که من خودم شخصا با قاید هر انسان احترام دارم، با قاید هر کسی احترام دارم، چی عقیدش قومی باشه، چی مذهبی باشه، هر چیزی که باشه. اما معلومات غلط ارائه کردن خب بازی به وام باز یک زبان، به یک هویت، یک اشتباس، یک چی میگن، یک غلطی است که باید هم چیزی نشه. خب مسئله از این قرار است کسایی که در مورد اظهارات دکتر فطرت ناشناس که یک کتاب را نوشته شده به نام ناشناس ناشناس نیست، یک اندازه من میخوایم که در این مورد نظر خود بگویم، چیزایی را که از فیسبوک جمع آوری کردیم بر شما بگویم، که باز هم میگم که در این مقطع تاریخ همچو به قوم و زبان و نژاد زدن کار آدمای بسیار بیخرد است. شما دیدین که دکتر ناشناس یک ویدیوی را البته در بی بی سی و در یک مجلس دیگه که نشسته چندین ویدیوی دکتر ناشناس برآمد که زد و نقیص البته گپ می زدن و ایره شاید که یک تعداد گفتن که نظر به کهولت سن است. خب دکتر ناشناس در مسئله امی که اول خب در من یک مصاحبه ش دیدم با یک نمیفهم تلویزیون بود چی بود، در اون میگفت که ما هر چیزی را گفتیم اشتباه گفتیم، یا در بی بی سی هم گفت که ما اشتباه کردم، امیدوار هستم که مرا ببخشن، یا در یک کلپ دیگه میگه که والا ما ایگپا را زدیم انال باش گردن من نزنین یا همچی چیزایی. اما یک چیز ما خدمت شما هموطنان عرض کنم که اگر یک نفری که کتاب خودش نوشته نکده، یک آدم به نام سیاسنگ که او یک آدم خلقی پرچمی بوده، قرار گفته خود دکتر ناشناس که با دکتر ناشناس به تماس میشه که من خاطرات تنشته میکنم، اما چی غرضی داشت که یک هنرمند بیبدیل که در افغانستان مردم ناشناس به خاطر آوازش میشناسن، نه به خاطر از اینکه ناشناس یک آدم سیاسی است، به این حساب نمیشد. اما چی دلیلی داشت که سیاسنگ همچون نوشتار در این کتاب بکنه؟ چرا؟ به خاطر از اینکه میخواست که دکتر ناشناس تحقیر کنه توسط مردم،
ما مردم خو یک عادت داریم که وقتی کوچکترین صحبت در این مسئله میشه غیر از تحقیر و توهین کدام کار دیگه نداریم. خدا دسته داد یک تعداد را که واه واه چی چک چکا و چی حاله که واو. زبان پشتو نمیفهم چطور بود و زبان پشتو جلیس و کتاب جلیس و این جلیس و آن جلیس. چرا در یک گفتگوی داخل نمیشیم؟ چرا سر از این مسائل گپ نمیزنیم؟ چرا پیش از این که بگویم که بینیتا پشک برد پشت پشک میدویم؟ چرا نمیگذاریم که باشیم که ببینیم که چی میگه؟ از بس که غوغا برپا شد دکتر ناشناس مجبور شد که بره و بگویه که I'm sorry من نمیفهمیدم معلومات نداشتم. امی آقای سیاسنگ که امی کتاب نشته کرده در یک قسمت نشته کرده، البته من این چیزایی که بر شما میخوانم بر شما میگم ببخشین، ای از یکی از نویسنده‌های بسیار درجه یک ما به نام آقای محمد اعظم سیستانی است. یک فرهنگیست، یک پژوهشگر است، یک نویسنده بسیار والا است. اینا نقد کرد، امی نوشتای از اینا را نوشته کردن، باز یک اندازه نقد کردن، بسیار زیاد جالب. خب پت خزانه یک یا گنجینی پنهان، پت خزانه پنهان یکی از آثار گرانبهای پشتوناس، امی رقمی که میگن و هموطنهای عزیز، ما یک چیز میخواییم استان که ما میخواییم که شما زنگ بزنین در مورد صحبتهای دکتر ناشناس نظرتان را بگوین، اما به هیچ عنوان به هیچ کس ما حق نمیتم که توهین کنه، تحقیر کنه. شما میتونین که باز هم گفتم که در یک گفتگو میتونیم که ما و شما به یک نتیجه برسیم، در یک گفتمان میتونیم به یک نتیجه برسیم، در توهین و تحقیر به جایی نمیرسیم، به دو زدن و دشنام دادن و طعنه دادن و اندایرکتلی بد گفتن به جایی نمیرسیم. به خاطر از اینکه باز من خود دیگه چاره‌ای ندارم غیر از اینکه من قطع میکنم. مثلا در این وبسایت ها ما در این فیسبوک ما میخواندم که نشته میکردن که ناشناس شیر مادر حلال. این کسایی که تعصب بسیار بسیار عجیب و غریب با مقابل پشتونا دارن، خداوند دیگه همین چی میگن چوب زیر اینا رو دسته داد و اینا دیگه در وبسایت ها چیز نشته میکنن در این فیسبوک از چی بلاست که شیر مادر حلالت باد که نمیفهم حقایق در مورد پشتونا گفتی. کدام حقایق در مورد پشتونا گفته؟ با وجودی که خودش گفت که از مادر، مادرش پشتو زبان است، من نمیفهم که پدرش یا پشتون است یا پدرش تاجک است، اون رو من نمیفهم. یا کس دیگه در فیسبوک نشته کرده که جل بودن پت خزانه ناشناس یک چی ساخته، یک آدم بسیار یک قهرمان ملی ساخته. جل بودن پت خزانه پت خزانه ناشناس یک چی ساخته. باشین که من چیزام بر شما بگذارم، من پت خزانه را که یک کتابش که اینجا یک عکسش هم برم روان کرده بودن. اما جالب ایست که در مصاحبه که با اون نفری که داشت که من نمیفهم که آقا نامش چی بود، یک مصاحبه بود، دکتر ناشناس بود، یک شخصی که گفت که در تاریخ مستری داره و همیشه در بی بی سی در پرکار بسیار بسیار فوق‌العاده صحبت میکنه در مسائل افغانستان، بسیار یک آدم آگاه است، بسیار با فصاحت و بلاغت صحبت میکنه. او همی کتاب پت خزانه را با خود آورده بود، البته یک نسخهش آورده بود و گفت که اصل امی کتاب در موزیم کابل است و اگر کسی که علاقه‌مندی داشته باشه که بخواهی که بفهمه که اینمی کتاب بود در سابق، و شما میفهمید که جور جنجال ها از چی خاطر است؟ از خاطر از ایست که گپ سر زبان فارسی پشتو است، یعنی میگن زبان پشتو از زبان فارسی که قدامت داره و فارسی زبان ها که بسیار زیاد اعصابایشان خراب شده و در این فیسبوک میخواین که خود تک تک کنن، میگن نه. خب هر صورت او آدم این کتاب که نشان داد باز بر ناشناس گفت که در این شعر که نشته شده که خودت گفتی که شعر مربوط شعر امروز باید باشه، مصرع دومش بخوان. وقتی مصرع دومش که ناشناس خوان
اصلا ما شما نمیفهمیدیم که پشتوس یا کدام زبان است، یعنی فرق داشت. و بعد از اون آشناس گفت که والا ما ایره نخوانده بودم، ما بسیار معذرت میخوایم. باشین که من که بسیار جار جنجالار در وبسایت ها با وجود آورده. در آخ ما چرا چند دفعه وبسایت در وبسایت هم از در فیسبوک زیادتر. اینی رو شما ببینین. بله، اما یک چیزی که بسیار زیاد جالب بود از صحبت های دکتر ناشناس که گفت که ما خبر نداشتم، ما بسیار زیاد معذرت میخوایم، اما یک سوال کرد که چرا از ما این رقم سوال ها کردن؟ یعنی این نویسنده چی هدف داشت؟ نویسنده هدف داشت که با این کار خود میخواست که ناشناس تحقیر کنه در بین مردم؟ یعنی هدفش چی بود از این کار؟ این دیگه شما باید بر ما بگوید، من دیگه نمیفهم. خب بر صورت دیدنی این کتاب پت خزانه، اما در صفحات فیسبوک اشخاص که تعصب قومی دارین باید همچی صحبت ها رو نکنین. یک تاریخ به اصطلاح یک کتاب تاریخ پشتون هاست و مخصوصا که دکتر ناشناس گفته که نه یام درست نیست و نمیفهم ملاله نازوانه هم درست نیست و کسی که هم دختر که در جنگ ملاله میوند او هم درست نیست، اینا همگیش جعلی است. باشین که یک صحبت ناشناس رو بگذاریم، ببینین که کسایی که میخواین که از یک سچویشن، از یک حالت یک فرصت را بیارن که یک قوم دیگر را بکوبن، صحبت هایی میکنن که حلال چیر مادر حلالت باد، نه هیچ حلالش نباد. در این مقطعی ضرور نبود که او سیاسنگ هر هدفی که داشت، آقای سیستانی نشته کرده بود که سیاسنگ مقالاتش همیشه بسیار مقالی مقبول نشته میکنه، باز یک ساید به نام یک ساید نشته کرده بود که اونا سالگرد تولد زیرا گرفته بودن، اما یک پشتون یک مقاله یا یک تبریکی برش نداده بود، از این خاطر ای بسیار شدید عقده گرفته بود. خب بیاین ببینیم امی کلپ دکتر ناشناسه که برش ساختن، ببینیم که در این کلپ چی میگن. ناشناس جعلی بودن تاریخ زبان پشتو را افشا کرد. آقای دکتر صادق فطرت، همان ناشناس خواننده مشهور با جرأت اخلاقی، از جلی بودن پت خزانه که زاده و پرداخته ذهن قوم پرستانه عبدالحی حبیبی بوده است، نه واقعیت تاریخی پرده برمی‌دارد و آبرویی برای این جعل سالاران قبیله نمی‌ماند. ناشناس با صراحت می‌گوید: من در مسکو در مورد زبان پشتو تحقیق و پژوهش کردم و دکترا گرفتم. این زبان بیش از 400 سال عمر مکتوبی ندارد و زبان فاقد غنای فرهنگی، علمی، فلسفی و جیولوژی و تاریخ و جغرافیا و روانشناسی و آثار علمی است. با چند قطعه شعر زبان پشتو مداوا نمی شود. زبان پشتو با تخریب زبان چند هزار ساله پارسی، با آن همه غنای فرهنگی و علمی و فلسفیش نمیتواند رشد کند. یا با ساختن واژه های مندرآوردی در آغل پشتو طولانه برای زبان پارسی، و یا پاره کرده زبان پارسی بس زبان جداگانه پارسی، دری و تاجیکی درد پشتو درمان نمی شود. نادرشاه و برادرانش به عبدالحی حبیبی دستور می دهند که چون جان دارک، دختر قهرمان فرانسوی که علیه استعمار انگلیس جنگید، یک قهرمان جعلی قندهاری به نام ملالای و دشت میوند و چند شیرک و یک نازوانا و ده ها قهرمان و شاعر جعلی را در یک خزانه پر از جعل و ترفند به هم ریزد و به گفته حافظ شیرازی: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اما با دریغ، تکنولوژی امروز تاریخ کاغذ و رنگ قلم را با طرح از جل و ترفند در ساغر انداخت. از اینکه با ویدیوی امروز ما بله بیننده عزیز، فرجان سمتنگ یک نام داری، نمیفهم کلاس نیمت. خب همه چیزت ساختگیست، پروفایلت ساختگیست، به من اشتا کردی که تو چرا به فارسی گپ میزنی؟ من تاجک هستم، من پشتون نیستم، مگر بر من تاجک و پشتون هزاره مثل برادر برابر هستن. من این نوشتی رو کردی، البته من بلاکت میکنم، منتها جای شرم از به شما، جای خجالت از به شما که یک تعداد آدم های بازاری
امروز خدا فیسبوک در اختیارتان گذاشته، یوتیوب در اختیارتان گذاشته که هر غبی که بزنین فکر میکنین که بیبی که امی شما می پروفایل زیادم کثیف ببینین که اول این عکس دارن. ما بعد از این پروفایل های از اینا رو برای صفحه تلویزیون میگذارم که مردم ببینن که اینا چقدر آدم های بیسوی خورده لو کلاس هستن، اصلا در کوچه تربیه شدن. ما امروز گفتم و احمق بیشور که نامت باش، نامت چی هست؟ فرجان کثیف هستی، هر چیزی کستی. ما گفتم که امروز ما و شما باید یک گفتمان شروع کنیم، یک در باز کنیم برای صحبت کردن که چرا در مورد ناشناس اینقدر یک آل از دیگه. شما خو نمیفهمین، تو خو نمیفهمین، تو خو سویت پایین است برای زی که تو در کوچه و بازار تربیه شدی. یک بار دیگه هم نشته که من تو احمق اصفیم بلاک کنم. ما پشتون نیستم که با پشتو صحبت کنم، من تاجک هستم، با فارسی صحبت میکنم. اما فرق نمیکنه که ای تاجک هستی، پشتون هستی، یزاره هستی، پشه ایستی، قنداری هستی، مزاری هستی. هر گپی که باشه آدم درستش درست میگه، غلطش درست، غلطش غلط میگه، اشتباهش اشتباه میگه. من در شروع گفتم که هر کسی که من به عقاید هر انسان احترام دارم، اما اگر معلومات غلط و معلومات درست در مورد یک زبان، در مورد یک هویت گفته شد، من میایم در تلویزیون راجع بهش گپ میزنم. اما چون این چیز ها از سوی تو بسیار بالاست، تو بیچاره اصلا نمیفهمی که امی پات خزانه چی مانا داره. به این اساس میای در صفحه فیسبوک من، چرا خجالت نمیکشین در صفحه فیسبوک من میای؟ خوب است که میایین و نشته میکنین، باز من مثل یک سک شما را صفحه میکشم. شفیقه جان حمیدی نشته کده که دکتر ناشناس از پدر و مادر از پشتونای ولایت قندهار است، کدام هدف خاص نداشت؟ یقینا که نداشت. مردم ما دنبال جار و جنجال میگردن، خیلی کارهای مهمتر در وطن است که باید پیگیری شود کدام گناهی را مرتکب نشده. امکان دارد که اشتباه از نویسنده باشه، بیاین که افغانای عزیز پشته. بی جان، شفیقه جان، یک آدم به نام در این دنیا هر کسی که یک کتاب نوشته میکنه یا یک مقاله را نوشته میکنه، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در کانادا، وقتی به سطح جهانی بین المللی وقتی که جنجال برانگیز میشن در مورد زو گپ میزنن. یک کتاب یک آدم سالهای قبل به نام آیای شیطانی در چی نوشته کرده بود، نامش در لندن. شما دیدین که خمینی $5 میلیون به سر از او آدم ماند که آدم باید کشته شوه و ای آدم به سالها گم بود و کس پیداش کرده نمیتونست. بعض کتابایی که جنجالی میشه سر، اگر سر ادیان باشه، اگر سر قوم باشه، هی چیزا میبره در میدیا. گفته شما که نویسنده، گناه نویسنده بود که نویسنده چرا همچی سوالات را کنه. خدا بیچاره میگه که سوالات از ما بر چی کردن، دلیل سوالات چی بود. یکی از هموطنهای ما از امون مجلس بر من در انباکس نشته کرده که در امون مجلس دیده میشد که دکتر صاحب ناشناس صحبتایش به ترتیب بود که یعنی آدم میفهمه که کهولت سن است و این است آن است. بیچاره یک آدم 85 ساله است، یک عمر خود در این موسیقی افغانستان خدمت کرد، در عرصه موسیقی افغانستان خدمت کرد. مثلا امی آقا سیاسنگ چرا در کتاب خود نشته کنه که خود دکتر صاحب شما در هر زمان شما یک آهنگ ساختین، یعنی به یک ترتیبی که میخواید دکتر ناشناس یک آدم مرتجی معرفی کنه. نه مثلا میگه که در زمان که کودتای داوود خان شد یک آهنگ خواندین، در زمان کودتای خلق پرچم یک آهنگ خواندین، در زمان طالبان یک آهنگ خواندین، در زمان کرزه یک آهنگ، یعنی با هر کدام این زمینا بودین. چرا یعنی چی ضرور بود که میره نشته کنه؟ یا مثلا در یک قسمت کتاب دیگه، در یک قسمت دیگه کتاب ازش سوال کرده که شما از آیسای پول میگرفتین. باز بیچاره هم گفته که بله. من نمیفهم که چقدر درست است یا یادم از دل خود نشته کرده. این چیزایی است که ایره نویسنده بسیار بسیار توانای ما از روی کتاب ناشناس، ناشناس نیست، نشته کرده و سرش تبصره کرده. مثلا دکتر ناشناس چرا یعنی امی مسئله به میان بیاید که نشتک شده که
والا شما خواهز آیسای پول میگرفتین. باز دکتر ناشناس گفته که بله میشه که راجی به ایگه بزنید. باز دکتر ناشناس گفته بله 10,000 کلدار من از آیسای پاکستان پول میگرفتم، اما باز این پول کم کردن، 2,000 شد کم کردن، 8,000 شد. همه قدرها پرسان کردم چرا، گفتن ما با گلبدین همه قدر پول میدیم و با تنه همه به می اندازه پول میدیم، چرا این مسئله باید در موبایل کتابیه؟ آره شما بیننده عزیز وقتی که میایین تبصره میکنین، گپ میزنین، در فیسبوک ها نشته میکنین، خب بیاین یک صاحب نظرتان، بیاین از مخالفتان موافقتان، بیاین که یک گفتمان شروع کنیم، بیاین که یک گپ زدن شروع کنیم به عوض توهین، و که چرا ناشناس یک هنرمند بی بدیل افغانستان، یک هنرمندی که بسالها مثل یک چراغ است ناشناس در آسمان موسیقی افغانستان، ناشناس مثل یک چراغ است. چرا آهنگای زیبا راجع به آهنگای زیباش تبصره نشد؟ چرا راجع به که همچو چیز که خودت از آیسای پول میگرفتی چی هدف داشت؟ یک آدم شما باید بفهمین، یک آدمی که به سن 80-85 میرسه او بیچاره نمیفهمه که والا یک آدم اینه می آدمی که برام تلفن کرده و میگه که والا من کتاب تنشته میکنم، خب کدام هدف نداره؟ یقینا که آدم هدف داشت. اگر هدف نمی داشت این سوالای مزخرفه بر چی از دکتر ناشناس میکرد؟ و چی خبر داشت که دکتر ناشناس از آیسای پول میگرفت؟ و یا میگرفت یا نمیگرفت؟ این چیزا همگی سوال برانگیز است. ما تا وقتی که کتاب از سر تا به آخر نخوانم، من تفسیری خود در مورد دکتر ناشناس یا یه آدمی که نوشته کرده نمی کنم، مگر صحبت گپایی را که من میزنم ای از نوشته آقای محمد اعظم سیستانی که در جرمن افغان آنلاین نوشته کرده، اونو برین بخوانین. مثلا در مورد این مسئله پول، همین پول که آیسای برش میداده، یا در مسئله یزی که در هر زمان آهنگ میخوانده، در ای آهنگ میخوانده و در ای آهنگ می خب در مسئله پتخزانه بسیار میبخشین. یک دقیقه بسیار با معذرت میخوایم، بعض وقت یکون چیز میه که مامور جواب بتم که خب باشین که هموطنها چی نوشته کردن. عارف جان فیاضی نوشته کرده که آرزویم صلح، همپذیری هر هموطنم است. همه ما انسان هستیم، نژاد، دین، قوم، اینا معنا ندارد. در هر جای دنیا ندیدیم که به خاطر زبان، نژاد، مذهب با هم این قدر آن قدر به دنبال چیزهای کوچک بهرام آزاد نشته کده ماه ویستا امرای پشتون کدام دشمنی ندارد. چطور ندارد؟ خود چی میفهمی جان من؟ ولی رستمزاد نشته کرده که آقای سیاسنگ مربوط به حزب ستم ملی و دوست نزدیک دکتر پدرام بدخشی است که افغانستان را تجزیه می کند. هما سخی نشته کرده نیتار نیست. من دکتر ناشناس از 3 ماه پیش دیدم، فکر و هوش و صحتش نام خدا خوب و جور است. ایره من نمیگم جان من، ایره یک نفر که در محفل لندن بود ایره برای من اشتا کردم. من ایره نمیگم، من ناشناس از نزدیک ندیدیم کم چه قضاوت رو بکنم. من گفتم شما گوش کنین، دو دقیقه یک ثانیه اول و دو ثانیه دوم گوش آخر گوش همه گپای من گوش کنین. سلطانه جان نورستانی نشته کرده که واضح است که منظور از این نوشتار بدنام ساختن استاد محترم ناشناس بود، چون یک هنرمند موفق کشور ماست، همچنان در پلویش هدف آن دامن زدن تضاد قومی است. آفرین سلطانه جان، اینه می گپ است که من قبلا گفتم. خب اس اچ یونس جان تشکر عزیز من، شیبا جان گل سلام بر ماهت.
باشین که ما میخوایم که ببینیم که شما آدم مسئله دکتر ناشناس چی نظر دارین. فرشته جان بهار گل نشکه، دکتر ناشناس آنقدر بزرگ است که این چند نفر غلام بچه به او صدمه رساندن نمیتواند، صفر روی خود را سیاه میکند. باشین که ما جینا جان نشکر، چرا ما نمیگویم که ما افغان هستیم و از افغانستان به جای تاجک؟ خوی نمی تضادهای قومی و زبانی. خب میفهمیم که دامن زده شده به سالها. سیاسنگ ماویست است و با پشتونا عقده دارد، در واقع که زندانی بوده عقده گرفته. نی میگن که ماویست نیست، پرچمی و از حزب پرچم خلق هست. دانشناس بیچاره میگه در اون مصاحبه خود، بسیار جالب است، کاش که من مصاحبهش دانلود میکنم برتون میماندم، میگه که ما سر تیسیس خود، سر دکترای خود کار کردیم. وقت تیسیس من نشته میکردم، سر رحمان بابا نشته کردیم، من هیچ معلومات دیگه نداشتم. و همی چندین بار گفت که چرای سوال ها از من شده. خب یک غرض بوده. گود اوکی باش که میادم. چی شدی؟ میخواییم که بهرحال خب فرجان نشته کردی که دکتر ناشناس قهرمان ملی و فیلسوف. دکتر ناشناس یک هنرمند فوق‌العاده افغانستان است. کدام قهرمانی ناشناس نکرده که شما هایی قهرمان میسازین؟ چی قهرمانی که در همی که گفته که بوته خزانه جلیز یا آمچا؟ در مورد آمچا بابا هم صحبت هایی کرده که ما باش گونارم بگویم. خب فرشته جان بار نشته کردی که اول ماویست بود، باز پرچمی شد. ماویست ها میگویند که جاسوس پرچمی ها در زندان بود. نمیفهم. زایر جان یاسینی نشته کرده کسایی که تلاش دارند به دستور بیگانگان وحدت ملی ما را، تفرقه های قومی را از بین ببرند، اما اکثریت مردم افغانستان هوشیار هستند، به دنبال قوم پرستان هستند. ولی بسیاری مردم افغانستان همیال بسیار زیاد قوم پرست هستند. قاسم جانان هم نشته کردم متاسفانه تعداد خواستن که از دکتر فطرت استفاده ابزاری کنن. یقینا استفاده هم کردن، مگر به جایی نمیرسن غیر از اینکه همگی سرشان خنده کرد. در اول مردم بسیار زیاد، در شروع بسیار زیاد مردم عصبانی بودن که دکتر ناشناس چرا این گپا رو زده، اما پسان که متوجه شدن، معذرت خواهی شدیدن گفتن که به گفته قاسم جان که یک استفاده ابزاری از شده. اوسای جان به نظر من ناشناس از نظر مردم پشتون افتاد و من شخصا دیگر با آن که برایش می دیدم نمی بینم، زیرا حداقل باید معذرت می خواست. اوسای جان گل معذرت خواست در بی بی سی، گفت ایم ساری. به می ترتیبی که من میگم ایم ساری نگفت، اما گفت که ببخشین که من هر کسی که اگر فکر میکنن کدام چیزی در مورد من او هدف من نداشته، من نمیفهمیدم، من معلومات نداشتم. این گپ زد. آقای رفعت پوپل نشه کردن دکتر ناشناس هنرمند بود، اما فکر کنم حال بیچاره پیر شده فکرش از خودش هم گفت. امی گپ زد، گفت من 80 چند سال هستم، شب که نان میخورم صبح یادم میره و تمام امی چیزها رو گفت. اما یک چیز دیگه هم گفت که خوی نال من این گپا رو میزنم، نال گردن من میزنم. چرا این گپا زد؟ گپا زد نقیص است. پیمان جان لغمانی نشته کنید بلا ما بجز از تفرقه و قوم پرستی بلا ما بجز از قوم پرستی وظیفه نداریم. نه آقا جان، همه گیتر نیست، یک تعداد معلوم الحال است. استاسر مینه لرم افغانستانه، سلام های مرم قبول که عزیز من. پشتم دق شده بودی؟ چرا هفته گذاشته برنامه رو ندیده بودی؟ فرشته جان بار نشته کردی که در وبسایت
ماویست ها جستجو کردم. سیاسنگ به نام جاسوس پرچمی ها در زندان بود. شاید تبلیغات زیاد به نفع روس ها میکرد. کی میکرد اسد جان صدیقی؟ خب اینه هم اگه میگن یک ماویست بود. خاک دستر ادیتور یک ماویسته که بزنه عیسیت آبروی یک هنرمند بیبدیل مثل ناشناس از سن سالش سوی استفاده. شما میفهمین که یک آدم که 85 ساله شود امی امریکا امی تمام زندگیش اولادایش از پیشش به اصطلاح میگیرن در یک خانه کهنسالا روانش میکنن به خاطر ازی که میگن امروزی. خب البته عادی گپ میزنم اگر در بسیاری چیزا نمیتونه که مثلا به طور مثال این راجع به کتابش من خودم مثال میتونم هیچ کس رو مثال نمیدم که یک اموطن ما قار نشه. ما یک کتاب یک نفر بر ما تلفن میکنه که سجیه تو در از سال 1992 از سال 1992 تا بال به تلویزیون بودی یعنی برنامه داشتی اینال یک تلویزیون 24 ساعته رو نرم میکنی من میخوایم که یک چیز راجبت یک کتاب راجبت نشته کنم. اینه میاله به اینه میشرایط که فعلا هستم نه 30-40 سال بعد خدا زنده هستیم نیستیم. خب من بسیار ازش تشکر میکنم میگم واو thank you so much بسیار حالا نشته کن. خب همراه من تلفنی گپ میزنم و معلومات میگیره در مورد همین کارهای من. باز اینال وقتی که نوشیش که خلاص شد یقینا که من برش میگم که نوشته رو برم روان کن پیش ازی که چاپ شد و به بازار برای نوشته رو از سر تا آخر میخوانم کتاب از سر تا آخر میخوانم ببینم که یک جای مثل آقای سیاسنگ کدام گلی رو به او نداده باشه. نی این یک مثال بود که من به خود آوردم. من نمیخواستم که یک نفر دیگر مثال بیارم که باز از گپ گپ نخیزه. من اینی هدف داشتم. آقای ناشناس وقتی که کتاب خلاص شده بود باید یک نفر میخواست میشان میگفت کتاب بخوان یک آدمی که مثلا یک اولاد خدا یک دوست نزدیک خدا کم سن سالش نه یک ذره جوانتر میبود میگفت بخوان یک ذره تحلیل تجزیه چیزایی که منشته کردیم درست هست یا نیست که چی چیزا را خواهی نمی وظیفه یک آدمی که کتاب نشته میکنه یا کتاب خدا برای یک آدم میگه که نشته کو. من یقین دارم که اگر خودش کتاب خدا نشته میکرد به زبان به قلم خود نشته میکرد من یقین دارم این چیزا رو نشته نمیکرد که من از آیسای پاکستان پول میگرفتم یا من به هر رژیم آواز خوانده بودم. من یقین دارم که چیزا رو نشته نمیکرد. خب یک سوء استفاده کردن ازش یک استفاده ابزاری ازش شد یک چیز بسیار واضحه. ما یک دلیلی که امروز در مورد ناشناس همی صحبت ها رو میکنم به خاطر از اینکه من آقای ناشناس از صدایش بسیار زیاد دوست دارم مخصوصا هم یک آهنگش که هی کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم I love this song بسیار من آهنگای پشتو و آهنگای فارسیش دوست دارم. در این مصاحبه خود گفت که پدرم میگفت که ای گپ هر پدر میزنه هر مادر میزنه که الا دختر فلانی دکتر شد ماستر شد تو نشدی کمی گپ زد که پدرش به بسیار عصبانیت گفت که اولادای مردم دکتر میشن و ماستر میشن اما تو که گفته بود که من میرم هندوستان که هنر موسیقی رو بیاموزم و پدر مادر پدرش گفته بود که همگی دکتر ماستر میشن و تو خرکار میشی هم چی چیزه. ببین چقدر سرش تاثیر کرده بود که گفت من هیچ علاقمندی نداشتم که برم سر یک زبان درس بخوانم و دکتری خود بگیرم اما به خاطر احترامی که به پدر داشتم این کار کردم. جالب است چطور که چپ آرام هستین در مسائل کسایی که بسیار زیاد لاف و پتاق میزنین و در مسائل افغانستان بسیار هر کدام چیز هستیم کجا هستیم که بیا این راجی به پت خزانه گپ بزنین یاد ندارین که گپ بزنین معلومات ندارین گپای واقعا بسیار سابق است یقینا که یاد نمیفهمین اما یک چیز ما براتون بگم بیننده عزیز کمی موضوعی که جعلی است یا جعلی نیست یا جعلی است یا جعلی نیست اینمی مسائل در امی نقطه زمان باشین که اگر وطن کارشناس ما زنگ زد انشالله که سر پت خزانه به ما معلومات بده. بله بری خط هستین بفرمایین. سلام علیکم. سلام چی حال دارین؟ یک لحظه که میجا یک چیز پاپ اپ شد به طرف هم میخواهیم که میرم گل کنم
خواهش میکنم بفرمانه آقای معروف راجع به پت خزانه یک ذره گپ بزنید که اول من میخوام از شما پرسان کنم پت خزانه یعنی گنجینه پنهان بله؟ بله اوکی من سلام و احترام بخوام محبت خدمت شما خواهر گل و شنونده محترم تلویزیون تان تقدیم میکنم بله بسیار موضوع جالب و موضوع که موضوع روز از شما عنوان کردین و من شما یک جهان تشکر میکنم خواهش میکنم آقای خواهش میکنم آقای معروف حال من شما سوال میکنم که پت خزانه یعنی پت پنهان ما به فارسی میگیم الای امو امو قلم پت کو یا مس همین ما فارسی است نه پت بله خزانه فارسی یعنی خزانه پنهان ولی این نام است آه مگر فارسی است شاعرانه است که محمد رفعت سرزی مانده و در این تابقات بسیار علمی یک ساله صورت گرفته و این به دستور یک پادشاه بنام شاه حسین هوتک که او امر کرده بود که در مورد پشتو و زبان پشتو باید محمد هوتک یکی از دانشمندای وقت بود یکی از ادبای وقت بود یکی از نویسندای وقت بود یکی از آدمای بسیار نخبه وقت بود بر از او دستور داد که شما در قسمت زبان پشتو و جمع‌آوری زبان پشتو امی وزیفه را بگیرین و بر از او بودیجه قائل شد و او سفرهای کرد و مامورین مقرر کرد در تمام نقاطی که در مورد پشتو آثار باقی مانده بود یا نوشتهی یا آقای معروف بیاین که چون جوانام در فیسبوک هستن نمیخواین که تاریخ بفهمن من از شما سوال میکنم شما بسیار جواب مرا کوتاه کوتاه بگوین چرا میخواستن که پوهان حبیبی را تخریب کنن چرا در امی موضوع پت خزانه با کوتاه خواهش میکنم بگوین فقط اما مسئله زبان و مسئله پشتو و فارسی و دری است مسئله قومی است دیگه هیچ انگیزی وجود نداره فقط نفاق زدن است توهین کردن علما آقای معروف آیا شما فکر میکنین که کسایی که بسیار تعصب دارن مثلا بعضی از فارسی زبان ها من نمیگم که تمام تاجک ها من میگم که فارسی زبان هایی که یک دیگه که بسیار زیاد متعصب هستن شما فکر میکنین که بخاطر از این که گفتن که پشتو قدیمی تر از ادبیات فارسی است فکر میکنین که اینمی مسئله باعث شده که اینقدر در مسئله دکتر ناشناس چیال از در فیسبوک امی مسئله است؟ نه خیر نه خب چی دلیل است؟ اگر اجازه تان باشه من مرا بدون مقدمه سوالا را شروع کردن اگر مادم مقدمه می خواست و می سوالات تان مختصر جواب بدم یکی از عوامل ازی که دکتر ناشناس فطرت که ستاره موسیقی افغانستان است من با موسیقی از او بسیار احترام دارم ولی به شخصیتش هیچ نوع احترام ندارم به خاطر ازی که این مسائل را که میگه این را ما پسانتر برسان تشریح میکنم که چرا حاضر شد که معذرت بخواهد ولی در این زمان بسیار حساس تاریخی که افغانستان به جمع کردن و وحدت ملی ضرورت داره آقای سیاسن جاسوس شناخته شده ایران و این مامورین و شعلهای ولی با تاسف که به موعظ به شعله خدا وفادار نیست و ای در زندان بر پرچمیا جاسوسی کرده و ای اسناد موجود است این آدم بسیار عقده نداره این معمول شده که بین پشتون و بین برادرای دری زبان یا بیتو بگویم بین پشتون و قوم تاجک درز بیندازه و افغانستان به طرف تجزیه بکشانه ولی این خیال است خواب است و محال است این فقط یک انگیزه سیاسی و جاسوسانه داشته که در این مقطع اساس تاریخی که ما برای صلح ضرورت داریم ما برای امنیت ضرورت داریم ما برای وحدت ملی ضرورت داریم این نیا و پترول در آتش مندازه که آتش نفاق آتش بین دو قوم بین دو زبان دامن بزنه و مسائل عمومی از نظرها بفته که با تاسف شما دیدین که در فیسبوک ها و در میدیا علیه ناشناس چیار شد بسیار دو پاختک کرد یکی یک پشتو
تاجک و خواهرای تاجک و خواهرای پشتو یک انتظارند که با کمال افتخار این مسئله را بیشتر زود جلوگیری کردیم و با دکتر صاحب صلاح الدین شهیدی من تماس گرفتم و گفتم به دکتر صاحب ناشنال سلام مرا برسان و مجبور که اکیل بیا معذرت بخوای در غیر از او هم حیثیت دزمین خورده و هم انصاف که شما دامن زدین خانه دکتر صاحب ناشنال آباد به ای حاضر شد که بیا مصاحبه کنم و مصاحبه را دکتر صاحب شهیدی پتی سندروال صاحب و یک نفر تماس گرفت و من کلش برتانه میخواهم که بین ما چی مسیجات تبادله شد و دکتر صاحب ناشنال آمد با مردانگی و شهامت باید معذرت میخواد و هنوز هم اثر شیطانت خود اصرار کرد و گفت که ندامت است و معذرت من گفتم از ملت معذرت بخواهی آقای ناشنال و ما برش در فیسبوک اگر شما متوجه باشین من یه مکله را یعنی تشریح کردیم که زبان پشتو از کجا شروع شده و زبان پشتو چی است با دلایل علمی برش روان کردیم خوشحال از او معذرت نخواست اما ندامت نشان داد این مسئله خوار گل شما خود یک خوار مهربان هستین یک خوار هستین هر کس که شما را متهم با قومیت میسازه من بر از او نفیل میفرستم شما اگران پاک هستین که تاجک هستین ولی پشتو و فارسی و دری را به یک چشم میبینین و نه تنها این کار میکنین شما در قسمت وصل کردن پشتو و فارسی و تاجک و ازبک همیشه ارشادات بسیار دوستانه محبتانه داده تشکر آقای معروف باشه این مسئله قطعا به زبان پشتو و دری یک چیز آقای معروف یک چیز اما برادران خود خواهش میکنم که در این وقتی اساس زمانی نه پشتو بدرد میکنه نه فارسی دفاع کردنش بدرد میکنه نه در بیاد بدرد میکنه اینجا فوکس صلح هست امنیت افغانستان هست اتفاق یقیناً یقیناً مگر ببینین امی سیاسنگ چی یک نامی هم داره سیاسنگ اما تو یک آدم سیام هست که اما تو یک سیاسی ها نشته کرده قربان زبانه تا نمیره من میخواستم بولیم شما گفتیم نه مگر من بله یک آدمی که قلبش سیام مغزش سیام دلش سیام باشه اینه می رقم مغز می باشه و غیر مستقیم یک هنرمند بیچاره را و هم تلفونی ازش پرسان میکنه مثلا در مسئله احمد شاه بابا نه در امی کتاب نشته شده که یعنی از زبان ناشناس که احمد شاه بابا در سن یا 13 یا 14 در چی بود در اختیار نادر افشار بود و نمیفهم در فلانی این مملکت رفته دزدی کرد و این کرد و آن که یعنی چرا یعنی در مورد یک آدم هم تنشته شد یا مثلا نازوانا و ملاله اینا هم مگی افسانه جز نیست همش تخیل است خوی چیزایی است که خود همی سیاسنگ ایره پیش از پیش یعنی سنجیده بود که باش اما آقای سیستانی نشته کرده که چی رقم یادم از پشت سر میزنه با خنجر یک آدمه بله شما بسیار خوب یادم تشریح کردین و ما به یادم از طریق تلویزیون شما صدا میکنم آقای سیاسنگ دکتران داری ما من حیث شاگرد علم شاگرد آموختن امرای در مناظره حاضر هستم در هر تلویزیونی که نیم بیا رمی دعایی که راجع به احمد شاه بابا کردی راجع به زرغونات نکردی راجع به ملالهی کردی راجع به زبان پشتو کردی مردانوار بیا بیا گپ خوب است با آقای معروف شما بیاین در امی تلویزیون بیاین نردی شما در امی تلویزیون امی گپ بزنیم سجی گل جان بله بسیار آقای معروف هر کسی که یک عقل سلیم در بدن سالم داره و مغرض نیست و برزد پشتونا و برزد امی آثار بسیار تاریخی و گرانبهای پشتونا که پتا
خزانه است نیست، یک چیزی بسیار واضح است که میخواید تخریب کنه. حالا شما ما و شما نفرایی که تخریبگر از کم میبینیم، یک عالم زیاد هستن در اینمی فیسبوک ها، همی فیسبوک خدا خیر بده که اونمو آدم ها رو شناختیم که اونا کی هستن. بله بسیار تشکر. سکیه بل من درد دیگه دارم. بله نشناس آدم محمولی هست. ما نشناس از بسیار ثابت نشناسم، در فامیلان ما میامد و بزم میکن خاندن میکن، یعنی بسیار ثابت میکن نشناسم. بله نه، مگر امو دکترای خود در کجا گرفته؟ اجازه بدید من یه بار تشریح میکنم. آقای ناشناس تنها و تنها در قسمت رحمان بابا، تصوف رحمان بابا، محیط رحمان بابا، شورای همزمان رحمان بابا، مقایسه با شورای از او گذشته در این دکترا گرفته. این ادبیات پشتو، در تاریخ پشتو، در زبان پشتو، در کلتور پشتو. نه مگر یک چیزی که خوب شد که امیر یاد کردین، امی دکترای خود از کجا گرفتن؟ دکترای خود از ماسکو گرفتن. اوکی در ماسکو ببخشین، در ماسکو اتریاگ یونیورسیتی است که با پشتو تدریس شده و بازو دکترا بازو دکترا بته. بله بله، به زبان پشتو در فرانسه، در امریکا، در تمام جهان تدریس میشه. آله یک آدم آقای معروف یک آدم بگه که من از یونیورسیتی سادن کالیفرنیا تیسیس خود در پشتو نشته کردم، باید در اونجا یک فاکولتی با پشتو باشه، پروفیسرها با پشتو تدریس کنن که بتانه که امی تیسیس مرا قبول کنن. آیا در مسکو اما تو یک یونیورسیتی است که اما تو یک دیپارتمنت داشته باشه که مربوط پشتو باشه و پروفیسرها پشتو این امکان به نظر من امکان نداره. I don't know. از لحاظ اکادمیک اونا وسایل دارن، یعنی میتونن دکترا بدن، ولی این به این معنی نیست که کسی در هیچ مقطع دنیا تا که در یک یونیورسیتی، یک فاکولتی، یک دیپارتمنت مربوط یک زبان نباشه، هیچ برای هیچ انسان نمیتن چیز دکترا نمیتن. برای اینکه همین بابی اولادای من در یک یونیورسیتی پروفسور است، من میفهم که موضوع از چه قلت. آقای معروف گل بسیار زیاد تشکر، لطف کردین، اگه صحبتاتم خلاص بسیار مقبول گپ زدین، بسیار زیاد تشکر. اما اوکی بفرمایید. من یک عرض میکنم که اول خوب دکتر شوار شما بسیار احترام در موی بابی اولاده این. بله تشکر، زنده باشه. ناشناس قطر مقایسه نکنیم، ناشناس پیاده زوامه در علم، ناشناس ستاری موسیقی است، بس خلاص. بیان که یک عرض دیگه بکنم خاطر ازی که می تشویش افغانای مرافع شده، زبان فارسی یا پهلوی قدامت 500 ساله نداره، این ناشناس اشتباه میکنه. زبان پهلوی فارسی بسیار قدیمی است و از او قدیمی‌تر زبان دری ماست که بیش از 5000 سال، 6000 سال سابقه داره. این تنها ما پشتون هستم از طرف پدر، ولی ما هر دو زبان چشم راست و چپ خود میدانم. هر دو زبان غنا داره، هر دو زبان قدامت تاریخی داره، ولی دری که پشتو قدامت بسیار داره. بله این را من نمیگم، این را جهان میگه. این که چرا آثار پشتون نمانده، خواهر گلم شما تاریخ بلد است بین که از پشتونا نه از پشتونا بین که از پشتونا تشکر تاریخی پشتونا را همیشه اشغالگران بین برده سوختانده، ولی زبان پشتو امی آخری چند کلمه را میگم یگانه زبانی از در تاریخ موجود جهان یک ام زبان است، یک دو ام قانون است، سه ام فرهنگ است. نه آقای معروف، زبان ها همگیش یک برابر است. شما نگوین که زبان پشتو اول است و دیگه نه من به این گپ تا نقیده ندارم. مثل که یک آقا در فیسبوک میگه که نه مگر شما درست نمیگین؟ شما امی صحبت را که میکنین متاسفانه
هر کسی که میگه دروغ، هر کسی که میگه چتیات میگه. امروز انگلیسی زبان دنیاست، نه پشتو. مثل که یک آدم نه چی گفتین آقای معروف؟ بفرمایید در این قسمت چی گفتین؟ اثر بگوین. وقتی که زبان ایره من نمیگم، شما مارون انستاین یک نارموشی هست، به کتابای زو مراجعه کنین. شما به کتابای رابرتی یک انگلیس هست، به زو مراجعه کنین. که چی؟ که چی؟ آقای مارون نه نامش را نگوین. که چی؟ این یک آدمی هست که در زبان شناسی یک کتار در جهان است. آقای معروف، ما و شما در اینجا با هم عقیده نیستیم، پناهتان به خدا. بسیار تشکر آقای معروف، تشکر بسیار زیاد. نیم در اینجا امروش بیننده عزیز صبر کنین. آقای معروف، در این قسمتی که شما میگین پشتو یک قانون است، پشتو یک قانون نیست. زبان امروز چی زبان فارسی، چی زبان پشتو، چی زبان انگلیسی برای گپ زدن است که یکی دیگه بفهمن که چی میگن. این قانون مانون شده نمیتونه که شما نامش قانون ساختین. مثل که یک آقایی که در مابین فیسبوک یک کلیپ مانده گفته که وقتی بی بی آدم با آدم و اوا وقتی که از آسمان آمدن به پشتو گپ میزدن. خنداور است این رقم گپ زدن ها. ما با بسیار گپایتان 90% گپایتان 95% گپایتان آقای معروف ما 100% موافق بودم و هستم، اما در امی آخر که گفتین پشتو یک قانون است، ما به این گفتان موافق نیستم. زبان، هر زبان یکیست، هر ملت یکیست. این گپایی که ما بالاستم و این پایین است و ما قانون است و این گپا آل دنیا دیگه نداره. بفرمایید بیننده عزیز بری خط هستین. سلام به شما، بفرمایید. خوشما که تال نفهمیدین، بازم برنامه رو پسان بفهمین، باز گوش کنین از و از اول تا آخر، بعد از اون باز تلفن. حال شما میاله گفتین که جنجال سر چیز، اول خود هیچ از برنامه نمیفهمیدین، حال این حال پس میفهمین که چی گپ از بفرمایین. اوکی. آله سو وات، آله سو وات که شما اینقدر پشت پت خزانه را گرفتین. خب تشکر، این نظر شماست. هر کسی که نظر خودم میگه، من گفتم که به نظرش احترام داریم. بفرمایید بیننده عزیز بری خط هستین. بری خط هستین هموطن عزیز. سلام چی حال دارین؟ خوب هستین؟ مهربانی زنده باشین، بفرمایید. نه شما امرای مستین، امرای هیچ کس نیستین، فقط مستم شماستین، بیننداستن. بفرمایید. میره بانی زنده باشین، شما چی حال دارین؟ آقای معروف. خب آقای ناشناس آمدن در بی بی سی از مردم معذرت خواستن، گفتن که ما بسیار میبخشین که اگر ما جریه دار ساخته جریه‌دار ساخته باشم، کسی را با این صحبتایم با این گپایم خواستم معذرت. خب اگر آقای ناشناس با مو گپ خود استاد میشد، اون مو رقم گفته بود که نال مای گپا رو زدم گردن ما قطع میکنن، مو استاد میشد. چرا آمد معذرت خواست؟ حتما یک اشتباهی کرده بودن. تشکر بیننده عزیز گل از تلفنتان. بفرمایید برای خط هستین هموطن عزیز. سلام علیکم خانم سجیه. سلام علیکم، چی حال دارین؟ خدا معرفی کنین. آجی سخیستم چی حال دارین؟ خوب هستین؟ صحتتان خوب؟ بفرمایین. بله خدا، ما برای کابل هستم. خانم سرگی هم خدمت در کابل باشه، من خدمت در من حاضر هستم. تشکر، زنده باشین. کابل چی میکنین آجی سب؟ والا ما یکم آمدین کابل، ایلنگاری تکنی خانه هستم.
عجب که برای خط زنگ میزنین من میگین اگه امر خدمت اگر خصوصی زنگ میزنین باز من شاید یک چیز میخواستم از شما مزان نه 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 شوخی کردم آجی صاحب شوخی کردم بفرمایین نه من شوخی کردم آجی صاحب بفرمایین صحبت های تنه کنین بله اینان شما خود دان قضاوت کنید که کدام زمان اول دوان ترما اول دوان بخواهید امروز اگر پشتون در این صحبت می کنند اگر وزمکت در این صحبت می کنند اگر پشترین در این صحبت می کنند یعنی نواد که در اگر در بزاره مردم در این نفرما نواد که در مردم در این صحبت می کنند این دیگرمی شناید افتن نه امی گپ که کدام زبان قدامت داره و کدام زبان اول است و آل پشتو یک قانون است این گپا بسیار پیش پای افتاده است هر زبان مثل هر انسان مثل هر دین مثل هر آیین برابر است مثل به این ترتیب است هیچ زبان قانون نداره این زبان امریکا رو ببینید که تمام دنیا در با انگلیسی گپ میزنه قانون نداره این گپ چی معنا داره که معروف صاحب زد من به گفتهای معروف صاحب بسیار احترام دارم اما این نمی گپش که مثل که یک آدم به فیسبوک ها میگه که حضرت بی بی مریم مادر حضرت عیسی علیه السلام با پشتو گپ میزد حال شما ببینین این گپ که آدم خنده میگیره ما شما امروز در قرن 21 زندگی میکنیم یک آدم نمیتونه که هر چیزی که با کلی خودش میگرده به خاطر که قوم خود دوست داره یا زبان خود دوست داره بیای او مفکوری خود سر ما بشانه هیچ امکان نداره بله آجی صاحب شما از افغانستان زنگ میزنین شاید دیگه بسیار قیمت هم باشه اگر گفتنی دیگه تشکر نه من شوخی کردم آجی صاحب زنگ نزنیم برای اینکه من ایت نمی باشم که تلفنم تلفن نمی خواهیم که بعد آجی صاحب بلیا آجی صاحب به خدا مذاق کردم با مو خدا ما شوخی کردم تشکر آجی صاحب گل به خیر برین و به خیر بیاین خدا حافظ با مان خدا آجی صاحب با مان خدا بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایین سجیه گل شما مرا قطع کردین من اجازه ندادین ما برتری نگفتین ما هیچ وقت گفتین قانون دنیاست پشتو قانون دارم تو نگفتین نه من نمیگم به نام پشتوانی شما خیر خبر ندارین با معذرت نه نمیره باید نگوین که با سر مردم بد میخورن از دفتر که کامرانی باز کرسان کنین نه من اجازه میخوایم از دفتر که کامرانی پرسان کنین بگو پشتو قانون هست یعنی نه ما کامرانی را همی گپای دکتر ناشناس زدم گفتی گپا بسیار پیش پای افتاده است گفت نه نه این مسئله را پیش علمان کرسان کنین از دفتر اما پشتو طولانه را که ساختن پشتوانی در کل جهان معمول از یک قانون است نه قانون نیست معروف صاحب با سر از این من یک ذره نظر شما از همازه ها دلیمی نه این گپ معروف صاحب شما میدنین مگر خوش نظر شماست من گفتم که با عقیدتان به این که شما میگین قانون دنیاست یا قانون وادور است من برتون احترام میگذارم مگر من میگم نیست شما باید به نظر من احترام بگذارین من همی گپای دکتر ناشناس هست چون پدر اولادا پشتون است من برش قصه کردم که اینه تو ناشناس اینه یک آدم یک کتاب نشته کرده و میخواست که امی هنرمند ما رو بدنام بسازه به اینی سن سال و این و آن کامرانی گفت که در بین افغانا چی گپای پیش پا افتاده است امروز در مملکتشان جنگ است امروز در مملکت ما بربادی است انتحار است انفجار است حالا شما ببینید که طالبای آدم خور
چقدر آله در سطح دنیا شهرت پیدا کردن که هم اگه میدون پیش روش ایوازی که راجی به این چیزا گفت بذارین ای که پت خزانه چی بود پا اقایی گفت که پا بسیار پیش ایت با من نگوینم تو بر من گفت بیرندی عزیز بری خط هستین خواهش میکنم بفرمایین سجا جان سلام و درود میرسانم سلام قاسم جان گل بفرمایین شما آقای معروف که میگه که یه قانون است شما یه گپ قبول میکنین برای اینکه شما پشتو زبان هستین بله؟ و خب سخنها زیاد خوب یاد کردین من میره بازم دوازدت میکنم که هر کسی که من صحبت میکنم اولا باید بسیار دقیق صحبت بکنن و در او رشته باید وارد باید باشن ولی من از یک جای دیگه شروع میکنم روی از یک پرابلم صحبت میکنم حمید مصدق شاد روز حمید مصدق میگه میگه چه کسی میخواهد من و تو ما بشویم خانه اشوریان داد از کجا که من و تو باز از شور و جنون عشق برپا نکنیم از کجا که من و تو مشت رسوایان را وا نکنیم مسئله زبان تجدان بسیار عمیق است ولی زبان برای افهام و تفهیم است بله نه به این که من کیم و تو کی هستی من از پشت پشتون هستم ز پکتونیم رغم پکتون دی مورم پکتانه ده اما من اون پشتون نیستم که بگویم زبان ما بالاتر از دیگر زبان است آفرین ما پشتو بالاتر از پیش قدامت تاریخی داره متاسفانه عزیزان نمیدانند سجدان ایره بسیار ایره اصلا نوشته کنید اگه قلم فقط بیشتان است زبان فارسی و زبان پشتو یک مادر دارن یعنی از یک مادر تولد شدن وقتی که از یک مادر تولد شدن یعنی دینیشون یکی وقتی که ما میگیم زبان فارسی و زبان پشتو مادرش هند اروپایی یعنی این مادر زبان فارسی و پشتو امروز ما واژه‌هایی داریم در زبان پشتو و در زبان فارسی اگر از نگاه تعصب ببینیم ما در هر دو جنبه متعصبین داشتیم متعصبین پشتو زبان و متعصبین فارسی زبان مثل که امروز آقای سیاسن امروز سیاسن شروع نکرده سیاسن سر رحمان بابا شروع کرد که تمام اشعار رحمان بابا دزدی شده از حضرت حافظ شیرازی این یک غلط محض دومین نقد نشته کردن سر آقای جهانی باری جهانی که باری جهانی رو میخواست بکوبه این دومین و این سیومین کار ازی بود که از استاد ناشناس اگرچه استاد یاد آقای دکتر فیضت ناشناس یاد میگه که در آخری کنفتش من گویندگی صورت داشتم گفت من اینجا استاد نگوید جانم ولی به هر ترتیب این آخرین سنگ بود که به اصطلاح چی میگن به شاخه متعصبین کوبید اما به این که ما از دیدگاه دیگه ببینیم که زبان پشتو و زبان فارسی خاصگاه زبان پشتو در یک گهواره بوده یا نه میاد صدایتان مگر گپ به اینجاست که چرا امی چیزایی که در مورد ناشناس در این کتاب از طرف سیاسنگ نوشته شده که البته میگه ادعا داره که ناشناس گفته چرا این کارا همین نوشتار کردن به خاطر چی سجاد جان ببینید ما یک مردم ما از سالهای پیش آمده یاد کردم که مردم ما با مطالعه با کتاب قهر کردن اصلا من میفهمم که اینجا دو کتاب نشر شد یک کتاب نشر شد که خود ناشناس نشر کرد تمام اشعار خود تمام اشعار که برای آهنگهای خود ساخته بود این را نشر کرد و توضیح داد که چرا این را چیه و یک کتابی که ناشناس نیست به سرندی سالهای طول این را آقای سیاسنگ نوشته کرد بله. اما شما که در مصاحبهش ببینید او میگه که من آدم علمی نیست من فکر میکنم که پشت خزانه بله. این چیزی که من فکر میکنم من اشعار اما زبان پشتو زبان 400 سال نیست زبان سالهای بسیار طولانی است که در بستر همین کشور همین سرزمین این نشنومو پیدا کرده تا به امروز اما آقای حبیبی خواست همین فتح خزانه را ترکیب بتن آقای حبیبی بود که مشروطیت اول و مشروطیت کتاب دوم نمیشد شما فکر میکنین که در مورد پوهان حبیبی که دکتر فطرت صحبتهایی کرد فکر میکنین به خاطر از اینکه یک اودرزادگی بینشان بود که همه چیز جلیه سجا جان اول ما ارتباط بوده با ناشناس برپرسان ما ناشناس مثل برادر کلان موارد ما در یک بای کلان شدیم در یک خانه تقریبا کلان شدیم ما از ناشناس وقتی که ما تولد گفتی خود ناشناس وقتی کمترش بود بچه گفت ما تولدی یادم دهد یا
یعنی ببخشید بسیار نزدیک هستم. اما ناشناس واقعا اینا یک پرابلم داشتن با حضرزاده های خود سپری بی. اما ناشناس میگه که من راضی به پت خزانه فکر میکنم که این کتاب کتاب وجود نداشت و من عین چیز فکر میکنم در جان کتاب پت خزانه ایتر نبوده که 1300 سال پیش این کتاب بوده باشه، اما شاعران 1300 سال پیش بوده چه ترتیب دادن، یعنی یک کتابی که یعنی چاپ شده باشه مثل کتاب فردوسی وجود نداشته، اما این در زمان محمد هوتک این ترتیب یافت. اما شعرهایی که مثلا از امیر کرور یا مثلا ثبت کردن که زما عطر نستم بچم به هند و سند و پترخواه و به کابل نستم، این اشعار وجود داشته، یعنی قدامت این اشعار. قاسم جان نازوانا و ملاله ام یک افسانه است، تخیل است به نظر شما؟ نه این اسطوره نیست، این اسطوره نیست. ما نازوانا یک زن تاریخی. پس چرا به دکتر ناشناس گفته که امش جالیز؟ خب ناشناس میگه من چون ناشناس اگر مصاحبه شو بینید میگه من مطالعه نداشتم و پیش از مطالعه یه حرفا بسیار کتاب های دیگه است که مثلا هنوز ناشناس رو مطالعه نکرده، ولی تیز دکترای خود سر رحمان بابا گرفتن. خب اگر یک نفر از من یک سوال کنه، خب من نمیخوایم که یک هویت یک قام زبان بگویم که جعلی است، نه؟ خودم خب باید تو نمیگو نگویم زبان جعلی نگفتم. اینمی اینمی معلومات که داده همگیش غلط است، نه؟ امی که می گفته که نازوانا افسانه است، من خودش میگه ما تصور چون میگه احساس چون این کردیم، یعنی روی اندیشه های علمی من حتی خدا نداریم. زبان من یعنی زبان مادری من زبان بسیار قدامت تاریخی داره، با زبان من هیچ وقت ادای دیر نمیکنم. پدر ناشناس پشتو زبان است یا فارسی زبان؟ بله پشتو زبان است. این کسایی که پدر و مادر اردویش پشتون هستن، بله؟ اردو از قندهار هستن. خود من قوم یوسف زایی هستم، اینا اردو از قندهار هستن، پدرش از قندهار هست، هم مادر از قندهار هستن. اما ناشناس میگه که من فقط تصورات ما بود، احساس ما بود و در ضمن از این موضوعی که به پدرش یاد میکنم، من این را به قصه بسیار فامیلی را بر شما بگم که پدرش وقتی که میگه که بچه تو رفتی سازنده شدی، بچه انام دیدی، برادر بزرگ من را میگه، میگه در فرانسه رفتر انجینیر و دکتر میشه و تو در این اصلی نزدیج شروع میشه. چون من بسیار ارتباط نزدیک با ناشناس دارم، اما ایراب نکنیم که مثلا سنگ بگیریم و سنگ ناشناس و سنگ. نه خدا نکنه. تشکر قاسم جان گل، یک دنیا ممنون از این که انفرمیشن ده. در آخر میگم که هر دو زبان، زبان شیرین علمی خطر یقینا شیرین همین مردم است. بیاییم که بازم چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم خانه اش و ایران باد. من هیچ وقت نمیگم که زبان این زبان بالاتر از این زبان نیست و نیست، این زبان از این زبان بالاتر است. و باید را بگیم که زبان فارسی در طول زمانه ها بسیار نشنمو پیدا کرده و برای پشتو زبان یقینا تحصیلات من در زبان پشتو و فارسی است، اما حقیقت ها را حقیقت ببینیم، اما برادروار زندگی بکنیم و دوستایی که من به اصطلاح چی و غال مقال میبین به این فرسی نمیرسه، ما با هم برادر هستیم، ما هم با هم برابر هستیم. یقینا متعصب مثل سیاسر یا مثل جنرال طاقه باید نباشیم، اونا نمیتونه ما را از هم جدا بسازه. یقینا. تشکر قاسم جان گل، روز بسیار خوبی داشته باشین. با من مسئله دیگه بسیار مهم است. شما وقتی که من گفتم که در یکی از برنامه های آقای شفیع یار یک شعر را خواندن، هیچ باید تصدیب بکنم که شعر از حافظ نوید است، ولی اینا آمد ببینید که مطالعه چقدر کم است. این را بگه از شعر عزیز حافظ یادم آمد همین شعر که باید دره شود که اگر شراب دهد پیر می فروش مرا، به انتحار نبینی دیگر بهوش. آها چی یک شعر محمد نوید است، چقدری شعر مقبول است، بسیار مقبول است. آهنگش کی خونده؟ همین من افلی امی آهنگ امی شعر در قالب یک آهنگ خونده نی؟ بله نجیب جان خونده، آقای الفت آهنگی را خونده. من باورم نمیامد که آقای نوید به این اندازه شعر مقبول میگن. تشکر بسیار مقبول جان. همین منم که پتم من شب زمین کده ها سهر برن خراباتیان و دوش مرا، می تصدیب بکنم که با برنامه سازای ما هم بعض وقتا مطالعه
معنی دارد. حضرت شعری که 50 سال پیش سروده شده فکر میکنن که 800 سال پیش سروده شده. بسیار شعر مقبول است قاسم جان. یعنی بس... از زبان شیرین فارسی. بسیار تشکر از اینکه ما را آگاه ساختین در مورد این شعر. آخرین پیام به همه پشتو زبان های نازنین و همه تاجیک های نازنین فارسی زبان های نازنین یست که بین که ما همین زبان ها را نشنمو بدیم در سرزمین اینها گل های هستند که باید پژمردن نشن. اعتراض قاسم جان در این 40 ساله که جنگ بوده هر دو زبان در افغانستان هم زبان فارسی هم زبان پشتو هیچ به گفته شما نشنما نکرده، فرهنگستان نبوده که لغات تولید کنه، با اونمو ترتیبی که مانده مانده. قاسم جان گل یک دنیا تشکر. با من خدا، با من خدا. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سلام، امین نوشته تانو بخوانم که بسیار جالب بود در فیسبوک. نشته کردین که آدم با هوا پشتو میگفت، خداوند با فرشته ها پشتو میگفت، عیسی با موسی پشتو میگفت، سجیه با دکتر کامرانی پشتو میگه، من نمیگم، اتلر با یک کس دیگه پشتو میگه. این همی چیزا رو یک آدم در یک کلپ در فیسبوک من دیدم که این همی سو غیر سجیه ما و بابی اولادا دیگه همگی شامل بود. بفرمایین نعیم جان گل. نه مگر همه تو یک چیز نشته شده، همه تو یک چیز یک کلپ هست در فیسبوک. نه همه تو هست. بله. اگر اجازه بتین که من نشه که نه بفرمایین، خواهش میکنم. بزنم باز من غلط فهمی شم، یعنی که شما اشتباه بفهمین یا چیا، چون من زبانم من حیث یک افهام تفهیم. بله. و قوم و قوم پرستی را فرهنگ یهودی میدانم دیگه اما در بدنشان خونه ما در یه ارتباط خونه صرف میدن و ما در یه ارتباط هیچ نمیخواستم گپ بزنم، مگر خودت گفتی در دیگه چیزا گپ میزنی بیایی نیه آلام گپ بزنی، من گفتی ما مام در دیگه چیزا گپ میزنم بیا دیگه آلام گپ خدا را شکر کامرین که در امیر قسمت اول شما متوجه شوید که او یک نامش را نمیگیرم، کسی گفت پشتو یک قانون است، پشتو یک نسل از پشتو زبان است. ایره به یک حساب راست میگن، شما که اگر ببینین در تمام خواندنهای پشتو میگه من غیرتی پشتون هستم، من این کار نمی کنم، من غیرتی پشتون دختر هستم، تو برو به دل جمعی مسافری تکو و مز تا که پس دیگه میبینم. خیلی او برادر، ای که تو پشتون هستی این کار نمی کنی، یک قوم دیگه می کنی. این موضوعات کلش نشان میده. من سجیه جان 15 روز پیش ما یک دینه تست کردم در یک بزرگترین مرکز امریکا که دینه قوم و منطقه و چیز نشان میده، ما اونجا تست کردم، نتیجهش آمد، مرا 83% کشید که تو افغان هستی و کزنارم پیدا کرد، کزن چهارم یا پنجم یا سینم ما پیدا کردن یک دو سه تاش پشتون آرد که از کندوز بودن. باز برای من گفت که تو پشتون هستی یا فارسی. باز من برش نشته کردم که اینمی و اما قطعا من اهمیت نداره مثل که یک روش بین یا گاربیج بینم باشه که من از کدام قوم هستم. من مسلمان هستم و افغانم از دور که شما میبینه من را متاسفانه بلاک از نفری از نیویارک هم بود. خب شما ببینید بودم تاجیک نمیگم فارسی زبان که ام از تقریبا کامرانی هم فارسی زبان است و مگر قومش سابقه در خونش پشتو بودن او بودن. خب اینال کدام فارسی زبان را شما میبینید که یک روز در آهنگاه گفته باشه من فارسی زبان است و ما دیدید که نیست. من فکر میکنم یک تعداد بسیار محدود صفر اشاری صفر 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 یک فارسی زبان ها متعصب هست. صبر کنین ببخشین نعیم جان، یک دقیقه صبر کنین که همی یک هموطن ما از اروپا زنگ زده، هموطن که از اروپا زنگ زده شما صبر کنین که نعیم جان از لندن زنگ زده، صحبتاشان خلاص با شما صحبت کنین. نعیم جان بفرمایین. او یک لعنت جای بازی هست که متعصب هست مثلا صفر اشاری صفر صفر فیزد، مگر متعصفانه در چای وطندارای پشتون ما سرنیمشان به حساب قوم کرده
فرهنگایشان به حساب قومیت است. پشت یعنی ما چشم‌پوشی باید نکنیم از اینجا، چون گناهگار میشه و مغیرت و افغان بودن خدا و یا انسان بودن خدا است. یعنی در بین از و حتی یکی با دیگه زد دارم که تو وریا خیل استی و من محمد خیل استم، تو ستوزه استی من مندوزه استم. ببینیم که در کجاست تحصیب. اگر این همی نباشه، من دکتر همی ناشناسه 6 سال پیش من مهمان بودیم یک جای دکتر سیبا من اونجا بود، من یک سوال کوچک کردم، گفتم چرا پشتون نامش فارسی یاد دارن و حتی زایر خان و داود خان پشتو گفتن نمیتونست نامزده یا اکثرش کامده نمیتونن اکثرا دباره پت خزانه، چون نیک معلومات ندارم مده و ارتباط های زبان افغانستان هیچ نمیتونم نگفت، مگر بسیار چیزا را گفت که متاسفانه به میگه پای سر میکرد. 6 سال پیش نه اصاب ازی خراب بود نه نارام بود، اگر باور ندارین بود مکل پایی که بایش بوده یا اونجا که عکسم گرفتیم مبلتان روان میکنیم، او بیچاره را چرا بترسانیم؟ دیری کشورهای که فریدم آف سپیچ هست، هر کس نظر میتن در یک کسی بوده فارسی فارسی نمیفهم پهلویست یا اصلا سنه نداره و ایتو نداره که نداره بگه خوال ما چی کنیم، ما در این کشور آمده ایم اینجا انگلیسی صحبت میکنیم. من بسیار خارج میاد یک کسی میده با یک پاکستانی اردو میگه انگلیسی نمیگه، نمیگم پاکستانی فارسی بوده، مگر در کشوری که بوده ما اون زبان نظر ما به نظر ما به نظر ما اکثرا اگر از آهنگامش نه ما قوم هستم، قوم زیاد قوم پرستی در پشتو زبان هست، ما اکثرا اون از دینه معلوم است که ارتباط، مگر ما او را در نظر نمیگیرم، ما آدم خوب باید باشم. تشکر نعیم جان گل، یک دنیا قربان، یک دنیا ممنون از تلفنتان. خلاص شدین؟ تمام شدین؟ تشکر، زنده باشین. هموطن عزیز بفرمایین بری خط هستین، صبر کنین هموطن عزیز، شما که هموطن ما از اروپا زنگ زدن، بفرمایین. بله بفرمایین، شما بری خط هستین، صدایتان مشنوین. بله بفرمایین. با معذرت صحبت ها را از دوستان مشنوم. شما کی هستین؟ میشه خودم معرفی کنین؟ تلویزیونتان صدایش خاموش بسازین که صدای من میایه. پیش از اینکه تلویزیونتان خاموش بسازین، ما باید بگویم و برای بار آخر بگویم که زبان صرف برای افهام و تفهیم است، برای کدام چیز دیگه نیست، نه قانون است. بله بفرمایید. فقط ما ایره میگیم که در دنیای انسانیت نه پشتو نه فارسی و نه انگلیسی و نه فرانسوی و نه یهود و نه نصارا، بله انسان انسان است و اگر انسان ها بایی عقیده باشند که همه انسان ها اولاد یک پدر و مادر است، ای که ولی بله بله چطور نمیشنم، بله بفرمایید. ای که اگر انسان ها در مجموع به ای تفکر شوند و به ای عقیده شوند که همه ما اولاد یک جد استیم، اولاد یک پدر و مادر استیم و به انسانیت ایمان داشته باشند، ای که ما نان به اصطلاح نان میگم، دیگه برش تکله میگه، دیگه برش دوده میگه، دیگه برش بروت میگه، دیگه برش ای میگه ای میگه، ای فقط مسئله افهام و تفهیم است. بله از دوستای خود، از هموطنای خود یک تقاضا، یک خواهش، یک عذر برشان میکنم که به لحاظ خدا جهان را سعی کنین و خودتان را سعی کنین. خب به خاطر از این که با کدام زجر مواجه استیم، میفهمین چرا هموطن گل، میفهمین هموطن گل چرا؟ به خاطر از این که بسیار عقب مانده استیم، عقب رفته میریم، پیش نمیریم. روز پیش شعری از همین دوستا، از همین شعرهای خود کسی بود که همین صحبت هم میکرد که آدم ده هوا سر پخته و ویلا و ایساد موسا سر پخته و ویلا، تو ده اونجا بودی؟ همین سوال جالب است که ده اونجا بود، کدام سندی داری؟ کدام اسنادی ده دست داری؟ بلیاز خدا بگو، بلیاز شرافتتان یک ذره متوجه وطن، متوجه مردمتان شوین، تکت تکت شدیم به میگفا. یقینا بله، به هر گپی به هر چیزی که ایمان داریم کار شماست، مگر نکنین مردم بیچاره ما که بی سواد است، بی تعلیم است و هم از قبول کرده میدارن و به هر طرف گمراه میشن، مثل که گمراه شدیم. تشکر، زنده باش. کمونیست دیگه طرف کشیم،
القاعده دیگه طرف کشی ما کرد، مجاهدین دیگه طرف کشی ما کرد، و تکت تکی ما ساخت وطن، تکت تک ساخت مردم، تکت تک ساخت پرچا پرچا و و و و و دیگه چی بگیم؟ راست میگن یقینا دلت به شرافتن سجا جان گل نیراست میگن گیریان میکنم که من لیاز خدا چی وقت انسان میشی؟ راست میگن حقیقتا میگن ما فکر کنین به لیاز خدا نه پشتو نه فارسی نه تاجیک نه ازبک نه مسلمان نه یهود، همه اولاد یک آدم است. اگر آدم و حوا کافر بودن همه گی کافر است. یک خالق داریم میگیم که یک خدای داریم و اولاد یک آدم و حوا هستیم. این یک لکو 50,000 پیغمبر از کجا آوردی بدبختا که مردم تیکه تیکه سر و حال یک لکو 50,000 سیاست مدار از هر کشور یک چیز همی گب امین مسئله رو بر شما بگویم. یک دقیقه بیننده عزیز صبر کنین، ما یک موضوع رو بر شما بگویم که در بخاطر امی جنگایی که در امی 40 سال شده هیچ کس امی حد خدا نمیشناسه. ما در هر ساحه، چی اقتصادی، چی سیاسی، چی دینی، چی فرهنگی، در امی هر ساحه ما سیاست کارشناس های ناکارشناس داریم که الف تا بیا نمیفهمن، اما ایتر کارشناسی میکنن که آدم دق میمانه. سانیش در کل جهان نیست، وطنی داریم که از نقطه نظری منابع طبیعی یگانه کشور در کل جهان، تشکرم، وطنی داریم که از نقطه نظری آب و هوا در کل دنیا یک کشور است، اما اینمی بدبخت ما را تکت تکت ساختن. یقینا تشکرم وطن گل، یک دنیا ممنون است زعزت برای وطن دارای خدا. من خمیگم یک در قاضا از پیشان میگونم که بلیازی امو پروردگار رکی سرش ایمان دارین و مبردن سوگن بیتم که نکنین نگردین پشه دیگه پا تشکرم. تشکر، یک دنیا از تلفن تنم وطن گل، بسیار مقبول، روز شب خوش. نه بسیار مقبول گپ، بسیار مقبول گپ زدین، یک دنیا ممنون، سپاسگزارم، خواهش میکنم. بیرین دیگل برای خط هستین بفرمایین. الو برای خط هستین بفرمایین. بله برای خط هستین. بله برای خط هستین. خب قطعتان کردم به خاطر از اینکه به یک طرف شما تلویزیونتان روشن بود و صحبت های چون ما یک 45 ثانیه دیلی داریم، شما صحبت های هموطن ما رو گوش میکردین. این حال میایم یک اندازه راجی به مسائل افغانستان گپ میزنیم. ما دیگه در مورد دکتر فطرت ناشناس هنرمند بی بدیل افغانستان دیگه چیز نمیگم. امیدوار هستم که سر از این خاک انداخته شوه. امیدوار هستم که دیگر در صفحات فیسبوک در مورد هی هنرمند توهین و تحقیر هم نکنین. این ما باشیم کمی اینا 40 ثانیه تیر نشد که زنگ زدن. بله بفرمایید هموطن گل. بله سایه جان گل جان، می خواستم اگر ایتان خودتا صحبت کنم. بفرمایید جان. ما همین که شما گفتین، یکی از بینندگان گفت که همیشه دشمن از پیش سر می بنن. آقای سیستانی گفته که بله همیشه دشمن از پیش سر می زند و خودی از او اونم قدر پایان می باشه که قدرت از امینه نداره که بیایی رو برو جنگ کنند. آفرین بله. اونای ما امروز کلتی به پشت تخریب یک ارگان از این زدگی خود می باشه. یقینا نموز که متاسفانه امروز افغانستان به نمی وضعیت و به می آلت تر دچار است و مخصوصا در قسمت آقای ناشناس که من شخصا او را میشناسم. البته ما همسایه بودیم و شوهر من هم پشتو گپ میزد و اولادای ما هم سن بودن. وقت نا وقت همیشه گپ میزدیم که اینا با ایچ یک اسم نبودن، ایچ یک برخلاف یک انسان نبودن و همیشه با خوبی و با احترام انسان ها را میشناختن. امروز یک انسانی که پیدا میشه از روی غرض میخواه که تخریب کنه با یک آقایی، با یک شخصی که مثل آقای ناشناس، یک شاعر، یک نویسنده، یک انسانی که همیشه خواندنایشان، غزلایشان بر افغانستان عزیز ما میباشه. یک نفر پیدا نشد که یک روز خواندنای زیر بشنون یا با فیسبوک یا لایف بگونن چی یک انسان خوب، یک شاعر خوب، یک نویسنده خوب ما داریم در افغانستان. نه جانم، نه عزیزم، در قسم نه مثل ایران و در همه جای و
اندیشنده می باشن، یک عالم می باشن. عزیز ما، خواهر ما، گوش کنین، صبر کنین، صبر کنین، یک دقیقه صبر کنین، خواهش میکنم، یک دقیقه صبر کنین، یک دقیقه صبر کنین، خواهش میکنم صبر کنین. ما هم صحبت بودیم، بغیر از وطن دوستی، انسان دوستی و محبت و نویسندگیش خود و با شخصیت خود همیشه بالا بودن و هستم. قربان، آقای ناشناس هیچ هیچ آقای ناشناس هم آکه تشکر عزیزم که نمیش نمیل شما آقای ناشناس سرال رسوندن نمیتونن به هیچ صورت یس تشکر باید که هرچی که میگن مردم بگویم تشکر جان من تشکر دو انگوشت هیچ وقت پات نمیشه همیشه و آقای ناشناس از این چیز فکر من میکنم خب بزرگ هستن که هیچ وقت نارضایتی نخواد تشکر جان من مهربانی کردین یک دنیا ممنون و سپاسگزار از تلفن تا گفتم دیگه در مورد ناشناس صحبت نکنین می آخر تلفن میگیرم به خاطر دکتر صاحب بفرمایین بری خط هستین بله خب یک چیز ما براتون بگویم که خواهر عزیز ما که گفتن واقعا همگی افغان ها به دکتر صاحب ناشناس ما احترام داریم بله بفرمایین بله سجاجا جان سلام جان سلام تو رستین امروز بسیار گفت داده شد راجعه به میرویس بابا و راجعه به احمد شاه بابا و راجعه به پرسنان خوب است نه که یک ذره تاریخ یک مذاق برتان کنم که خنده کنیم خب بسیار خوب امی نواسیم خورد بود تو 3 ساله بود این بسیار از هر چیز میترسید یک روز ما برش گفتم بچه تو پختن هستی ملالای بیرق بالا کده بود از این چیز نمی ترسی تو چرا از پشک ها می ترسی از سگ ها می ترسی خودگر از کتی ما واده کرد گفت من پرامس می کنم که دگه از چیز نترسم گفتم خو یک روز کتی مادر خود آمده بود همین 3 ساله از 1.5 ساله بود یه از همین دروازه که بر آمد همین با غرغوری یک غره است عجیب و غریب کرد از ماسه کم کتیش این دختر و دوید این بغر ما خود انداخت گو باز هیچ بختنه نیم پندوله از همین پختنه از پختنه گری بیخمون کرد بیخی صرف نظر کرد خودش نرسید دیگه یک شیر چیزم برتان میخواییم گرچی بسیار گپ داده شد راجی به ناشناس راجی به تاریخ نیه ببینین خوار عزیز باشین یک دقیقه صبر کنین امی خواهر ما گفت که کس استاد ناشناس تخریب کردن امیتن گپشان درست است این که در مورد ناشناس امروز برای 1 ساعت ما برنامه را گذاشتم که شما بیاین نظراتتان را بگوین این بسیار خوب شد که ما در یک گفتگو با هم گپ میزنیم یک آدم مثبت گپ میزنه یک آدم منفی گپ میزنه این مهم نیست اما راجع به یک هنرمند والا راجع به یک هنرمند بی بدیل که یک ستاره از آسمان موسیقی افغانستان است و به سالها مکر صدایشان از رادیو که یک جوان و نوجوان در افغانستان میشنیدم مخصوصا آهنگ ای کاش با تو هیچ مقابل نمیشدم یا آهنگای بسیار فوق‌العاده استاد ناشناس این چیزایی است که نمیتونه که یک نویسنده که مغرض بوده و غرض داشته و یک آدم بیچاره که صحبتای خود در تلفن کرده و همه رو یادداشت کرده و یک ذره زیادتر هم ساخته و ایره بعد در خور مردم داده و ناشناس به دهن مردم انداخته گفته او خواهر ما که آفتاب به 2 انگشت پات نمیشه هیچ گپ ایج از ناشناس از داماد ما بچه خالیش است پوهنده ویویام از داماد ما مامایش میشه بسیار نزدیک مشناسی میشن بسیار مردم های شریف آلی یک چیز است که یک آلی یک گپ هست یک شیر زرغونه نارم مچون که بفرمی پوره بیاد منده یا نیخ برتان میخوام بفرمی میگه چه سردی اصفهان ده ملک و سردی چه اصفهان نجدی کوی سیدار ناسردی چه تاتی زلنمی وین تاتی اصفهان پرون دموگو نه نادر نه رو خز پکناتی آها اوکی بسیار تشکر دیگه شد بسیار از زبان مقبول شما بسیار مقبول شد یک چی بود که میگفت که چالی دلائی زینبو که روزی زخمان تسر تو را دیگه را شد مرفته خب بس همه که بایادم بود امید برتان گفت تشکر جان ما تشکر او بسیار سپختانه گذیر ممکن شد حالا همه تو یک ولد رسیده که کل مازار قوم کسی ممکن شد خلبالیات خدای لای ما بتی
تشکر زنده باشین. مهربان هستین. از تلفنتون خواهر گلم تشکر میکنم. یک دنیا مهربان. با مان خدا. به هموطن عزیز، مسئله افغانستان هر روز از در شروع پروگرام گفتم که چیز جالب نیست که ما بیایم بر شما بگویم. مسئله یک هنرمند بزرگ افغانستان مطرح بود که در تمام هفته در وبسایت ها در موردش توهین، تحقیر، خوب، بد نوشته شده بود. و اینمی وقتی که ما آمدم اینمی یک ساعت برنامه مرا در اختیار هنرمند در والای هنر والای ناشناس گذاشتم، به دلیل ازمی بود که ما شما وقتی به طور مثال یک آدم بر ما تلفن کند، در تلفن آدم چیزهایی میگه، اما او را اگر آدم بر در یک کتاب داخل میسازه کار غلط میکنه. به نظر ما نویسنده یک عقده به مقابل هر چیزی که بوده داشته که همچی کار را کرده و میخواست که ناشناس به زمین بزنه، مگر نتانست و نمیتانه و اونم قدر ناشناس متانت و اونم قدر شجاعت داشت که آمد گفت I'm sorry. وقتی که یک آدم میگه مرا ببخشین من اشتباه کردم، این سوالا از اینمی دیگه که همه چیز صاف میسازه. و ما به می خاطر بسیار به دکتر صاحب احترام دارم. از تمام شما عزیزا خواهش میکنم که سر از این مسئله خاک بندازین و دیگه در هر کجایی که هستین، چی در فیسبوک، چی در وبسایت، چی در هر جایی که هستین، دیگه در مورد ناشناس صحبت نکنین. و این آدم نویسنده را که اگر میخواین که صحبت کنین، من بسیار دوست دارم که کتاب به دست من برسه که من این کتاب بخوانم و بعد از او بیایم. در این کتاب در یک جای دیگه نشه شده بود یک حمله به هم امان الله خان شده بود از طرف ناشناس. دیگه من نمی‌فهمم که چقدر راست است یا دروغ است، اما از خود کتاب نوشته شده بود، اما اونجا چاپ کرده بودن، در فیسبوک گذاشته بودن که در مورد ناشناس که سیاه سنگ سیاه که سوال کرده بود، باز ناشناس گفته بود او یک شاهزاده بود و یک بجز از سرایا ملکه سرایا کسی دیگه پشت سرش نبود. و ببینین که افغانستان اشتباهاتش تا به امروز برباد کرد. امیر گفته بودن که در کتابش نوشته شده و اگر در یک کتاب نوشته شده باشه خیلی صحبت ها دیگه بسیار صحبت های زشت است. ببینین دی عزیز بری خط هستین، بفرمایین. خانم سجیا هر جدا بیترم. سلام آقای خراسانی، شما چی حال دارین؟ سلامت باشین. صبح مهم یک درودی به پایان خدمت شما و آنانی که صدای ما را میشنوان و تشکر از قاسم جان انا، مرد بزرگ، مرد دانشمند. خدمت را عرض کنم که 7000 زبان است. بله. اما ما بگر بحث به زبان بر بگردیم، زبانی که تسخیر میکنن فرهنگش و زبانی که گپ میزنه، تجارت، ارتباطات، تماما جهان زیر کنترل داره، امروز زبان انگلیسی هست. انگلیش. بله. زبان فیسبوک، زبان گوگل، زبان تجارت، زبان اقتصاد، زبان فلسفه، زبان علم، زبان عقل، زبان خیرت. ما احساساتی برخورد نکنیم. احساساتی برخورد کردن ما عامل تماما بدبختی های ماست. باید ما قبول کنیم که یک کس یک چیز میگه، احساساتی باید برخورد نکنیم، تلاش کنیم که زبان را رشد بدیم. امروز در مقابل زبان 80 سال زبان چی رقم زبانه آقای خراسانی، زبان چی رقم رشد بدیم؟ من پیشتر قبلا با قاسم جان بود یا با کی بود یا نعیم جان بود گفتم که در 40 سال فرهنگستان نداشتیم، زبان با اونمو ترتیب ماند، چی از پشتو، چی از فارسی. حالا شما ببینین که وقت ما تلویزیون های افغانستان که میشنوام، همی خبرنگارک های جوان جوان که آمدن، من نمیفهم که اینا چی میگن. باور کنین لغات را که از ایران که میارن که زبان خود فارسی امروز مشکل داره. Exactly. اون مشکل داره که بلد. زبان من در جهانی که در اکت اونجا به اقتصاد است و سرمایه برای شیج اندیش نقابل نیست، اما من میشینم و من افتخار میکنم 5000 سال تاریخ دارم. این تاریخ ما رو به کجا کشانید؟ آخه ما نمیفهم که من اشتباه نشه، سوی تفاهم نشه، ما با این شعارهای ریاکاری من به جایی نمیرسیم. وقتی که زبان دارم، تاریخ دارم، فرهنگ دارم، برای یک اجتماعی فرنگسازی یا بنیاد فرنگسازی در امریکا و اروپا